زۆر خۆشحاڵم کە لەو کۆبوونەوەیدا لە خزمەتتاندا بۆ باسکردن لە گرنگترین ڕووداوەکانی سیاسی ئەوڕۆکە لە ئێران و لە کوردستانی ئێران وەتەنانە دەتوانم بڵم لە خۆراڵەتی نێوەڕاست تێدەپەڕێ قسە بکەین و بیر و بۆچوونی خۆمان ئاڵوگۆڕ بکەین وە هەر بەو بۆنەوە سپاس دەکەم لە ئەنیسیتی و کورد لە بروکسل کە ئەو مەجالەی بۆ ئێمە ڕەخساند کە جارێکی دیکە لە تەنیشت یەکتریدا بنیشین و جۆمان لە قسەکانی یەکتری بێ و لە قسە و نەزەراتی یەکتری فێر بین. من لەبەر ئەوەی کە دەزانم ژمارەیەکی نسبەتەن باش لە هاونیشتمانانی فارسمان یا ئەوانەی کە فارس زمانن لە کۆبوونەوەکەماندا هەن، بۆیە من وتارێک کە پێشکەشتان دەکەم ئیجازەم بدەن بە زمانی فارسی بێ بۆ یەکە پێم خۆشە ئەو هاوڕێیانەش بەبێ تەرجومە ڕاستەوخۆ قسەکانی من ببیسن. قسەکانی من زۆرتر سیاسەتی حیزبی دموکراتی کوردستانی ئێرانە لە پەیوەندی دەگەڵ ئەواڵ و گۆرانە و دروستکردنی ئێرانێکی داهاتوو. ڕۆژتون بەخێر دوستان عزیز. خانوما ئاغایان، از روزی که جان ژینا را گرفتند فضای سیاسی، فرهنگی و اجتماعی ایران به سمت تغییری بنیادین گام برداشت، تغییری که مردم را در یک طرف و جمهوری اسلامی را در طرف دیگر قرار داد. البته این شکاف از همان روزهای ابتدای به سر کار آمدن جمهوری اسلامی ایران در جامعه ایران پدید آمد، اما انقلاب ژینا اون را به اوج رساند. این شکاف که به وجود آمده شکافی است که جمهوری اسلامی را در یک طرف و روبروی آن را مردم آزادی خواه ایران از ملیت ها، گروه ها، مذاهب و عقاید و سیاست های متفاوت هست. سیاست های جمهوری اسلامی طی این مدت کمک کرد که مردمان ایران از هر نوعی با هر ایده و با هر باور سیاسی و مذهبی به دور همدیگر جمع بشند برای اینکه بتونند در مرحله اول این جمهوری را که اسمش جمهوری است براندازند و بعد از آن با همدیگر ایران نوین بعد از جمهوری اسلامی را بنیاد نهند. هزینه هایی که مردم ایران برای رسیدن به این تغییرات پرداخت کردند کم نیست. زندانی شدن هزاران نفر، اعدام بیوقفه که بر اساس گزارش سازمان عفو بین الملل 80% اضافه شده به تعداد اعدام ها، صدها نفر زخمی که نمونه بارز آن از دست دادن بینایی جوانانی است که در راه آزادی خودشون با دست خالی به خیابانها آمدند. کشتارها در کردستان، در زاهدان و در دیگر شهرهای ایران حاکی از این است که مردم ایران با رژیمی روبرو هستند که نظامی است غیر انسانی، تجاوز، کشتن و شکنجه و اعدام و ترور بخش جدایی ناپذیری از
سیاست های این حکومت بوده است. آنچه در ایران شروع شد در ماه های اخیر یک انقلاب بود، انقلاب جینا، انقلاب به این معنا که این انقلاب برخلاف بعضی از خواسته های مردم ایران که خواستار حقوق عقب مانده بودند، خواستار نماندن گرانی بودند، این انقلاب بنیاد رژیم جمهوری اسلامی ایران را هدف قرار داد و در راه ایجاد ایران دیگر که متعلق به همه مردم ایران باشد گام برداشتند و در این راه قربانی دادند و حالا هم قربانی می دهند و در آینده هم تا برساندن نهایی این هدف این انقلاب را ادامه خواهند داد. انقلابی که خواهان عبور از دوره غیر انسانی و غیر دموکراتیک در ایران است. دوره سلطنت مطلقه که در آن یک هویت بر همه هویت‌ها تحمیل می‌شد. آسیمیلاسیون و انکار دیگر هویت‌ها به جز هویت قوم حاکم با برنامه‌های سیستماتیک حکومتی. با ورود به عصر جمهوری اسلامی ولایت مطلقه فقیه به معنای تحمیل مذهب خاصی هم بر سیاست‌های گذشته اضافه شد و در دستور کار حاکمان جمهوری اسلامی ایران قرار گرفت. ولی وجه مشترک هر دو تاشون تمامیت خواهی بود. آنچه در بطن انقلاب جینا با شعار جن جیان آزادی تبلور کرد عصیانی بود بر علیه این سیستم ها، عبور از گذشته و حال برای ارائه و تجسم یک ایرانی دیگر، ایرانی که در آن بنابر اختیار باشد نه به تحمیل و اجبار، و همچنین حقوق انسانی جانشین حاکمیت مطلق شود. گذار به جامعه‌ای که در آن ارزش‌هایی همچون زن، زندگی و آزادی به اساس قرار گرفت. قبل از هر چیز ما با رژیمی روبرو هستیم که نماد عریان سبعیت و دیکتاتوری است. در همان حال با فرهنگ و گفتمان‌های روبرو هستیم که برای دهها به خانش تمامیت خواهانه عادت و اعتقاد پیدا کردند. تغییر در چنین شرایطی نیاز به زمان، حمایت و درک واقعیت‌های موجود ایران در چهارچوب گام‌هایی است که مردم برای آزادی خودشون برمی‌دارند. روی کرد مردمی که روزانه برخورد با جمهوری اسلامی را تجربه می‌کنند با نگاه بخشی از مخالفین جمهوری اسلامی تفاوت دارد، چرا که مردم به دنبال بازسازی افسانه‌های گذشته و تحمیل اعتقادات نیستند، همین بلکه به دنبال بنیاد نهادن یک ایران دیگر هستند که در آن پیرامون جای برای الگوبرداری است نه برای این کار. به همین دلیل است که در خیابان‌های تهران شعار می‌دادند تهران باشه کردستان، ایران میشه گلستان. به عبارت دیگر نسلی که خواهان ایران دیگر است سعادت خود را در خوشبختی و رهایی
دیگران جستجو می کند، نه انکار آن. این همان بستری است که باعث شد که جهانیان با انقلاب ژینا همدل شوند. نسل جوان در ایران نسل جدید در ایران خواهان پیوستن به جامعه جهانی است، خواهان تقسیم ارزش‌هایی است که جهانی و انسانی هستند، خواهان ایجاد بستری است که رسیدن به آن تنها در جوامع آزاد و دموکراتیک امکان پذیر است، نه در دنیای ایدئولوژیک فرقه‌گرایانه و مملو از جنایت که جمهوری اسلامی و تمامیت خواهان آن را نمایندگی می کنند. از طرف دیگر عدم جمهوری اسلامی تنها برای مردم ایران مفید نیست، بلکه به همان نسبت برای جامعه جهانی هم اهمیت دارد. نبود جمهوری اسلامی مساوی است با بازگشت آرامش نسبی به بسیاری از کشورها، مساوی خواهد بود با از بین رفتن پایگاه اصلی گروه‌های تروریستی، همچنین معادل امنیت و آسایش برای جنبش رهایی بخش زنان خواهد بود. در پایان آنچه لازم است اینجا در پارلمان اروپا بر روی آن تأکید کنم، برجسته کردن این موضوع می باشد که جنبش‌های هویت‌مدار که در ایران شکل گرفته و روز به روز قدرتمند می شوند، خود را بخشی از جامعه جهانی می دانند. سردمداران انقلاب ژینا زنان هستند که به مانند دیگر جنبش‌های هویتی در ایران خواهان به رسمیت شناخته شدن می باشند، رسمیتی که می باید در نظام سیاسی آینده ایران به وقوع بپیوندد و در همان حال حمایت عملی و عینی جامعه جهانی را می طلبد. حمایت از انقلاب ژینا معنای غیر از ایجاد جهان امتر ندارد، چرا که ذهنیت و رؤیای نسل امروزی در ایران حاصل ارزش‌هایی است که جامعه جهانی بر اساس آن بنیاد نهاده شده است. ما در کردستان به عنوان بخشی از این جنبش فراگیر خود را خارج از دایره ارزش‌های جهانی تعریف نمی‌کنیم و همواره به دنبال بنیان نهادن نظامی بوده ایم که مسئول و دموکراتیک باشد. پس اگر کردستان در جنگ علیه بنیادگرایی سپری در مقابل تروریست ها بود، اطمینان داشته باشید که چنین جنبش رهایی بخش کردستان ایران هم از این قاعده خارج نیست، چرا که به تنهایی برای 4 دهه در مقابل بزرگترین حامی ترور در جهان مقاومت کرده است و در فردای رهایی آزادی ایران هم در صف آزادی خواهان و دنیای متمدن خواهد ایستاد. سپاسگزارم.